با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه امروز رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در مریوان یک مبارزه اجتماعی مهمی در جریان است در دفاع از حق دوچرخه سواری زنان و علیه بی‌حرمتی و تبعیض آشکار علیه زنان، در حالی که امام جمعه شهر علیه دوچرخه سواری زنان صحبت کرد و به همه زنان توهین و بی‌حرمتی کرد، مردم آزاده و آزادیخواه شهر با امضای یک تومار که شامل امضای 1400 نفر میباشد در مقابل این تعرض قد علم کردند. 1400 شهروند و فعال مدنی با امضا و انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولین مربوطه به ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی در شهر مریوان اعتراض کردند و آنها خواستار لغو چنین ممنوعیتی و نگاه برابر به حقوق زنان شدند. در برنامه امروز رو در رو ما با ریبار، یکی از فعالین این مبارزه اجتماعی در ارتباط با مسئله دفاع از حق دوچرخه سواری زنان و دفاع از محیط زیست خواهیم بود و نظرات ریبار رو در ارتباط با مسئله کمپینی که در دفاع از دوچرخه سواری زنان در مریوان و برخی شهرهای دیگه در ایران به راه افتاده جویا میشیم. با سلام به شما و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادید. سلام، خسته نباشید به همه شما. رفیق محمود، منم به نوبت خودم از شنوندگان محترم نظرخواهی میکنم واسه اینکه یکم جام بد باشه. نه، خواهش میکنم. بله، البته این برنامه تلویزیونیه ولی شنوندم داره از طریق سوشال میدیا، در سوشال میدیا هم پخش میشه، ولی برنامه تلویزیونیه که از طریق کانال جدید رو به ایران و سراسر دنیا پخش خواهد شد. اولین سوالی که مطرحه این که یه مقدار برای بینندگان و شنوندگانمون در ارتباط با کمپین حمایت از محیط زیست سه‌شنبه ها بگین و اینکه چی شد این حرکت شکل گرفت و سابقهش چیه؟ این حرکت فرهنگ زیست محیطی مردم مریوان و شکل گرفتن یک روز به اسم دوچرخه سواری یا روز بدون خودرو از زمان شروع شد که همه مردم مریوان همه فصلها بیشتر در فصلهای بهار و تابستان در ساعتهای مختلف بیشتر ساعت صبح زود به پیاده روی های دست جمعی میرفتن که این باعث شد جمعی از فعالین زیست محیطی به فکر کمپین حمایت از محیط زیست بیفتن که از طریق فضای مجازی به اطلاع مردم شریف مریوان رساندن که سه‌شنبه ها بدون خود رو به خیابان ها بیاین که همه خانواده ها اکثرا با دوچرخه و با پیاده هر هفته سه‌شنبه ها را از خانه خود به طرف دریاچه و رکاب و پیاده روی میکردن. خب بعد این فقط مربوط ریبار این فقط مربوط به دختران و زنان نبوده، همه مردم در ارتباط بوده؟ همه مردم بوده. بله، در هفته اول این کمپین از سوی رئیس شورای فرهنگی شهر جناب آقای سوران حسینی و اطرافیانش مورد حمایت عالی قرار گرفت، ولی بعدا دیدیم که نه، ایشون هم حمایتش فقط به خاطر کاندیدای بعدی خودشون بوده که بعدا توضیح بیشتر میدم. خب در ارتباط با ایجاد مزاحمت برای زنان دوچرخه سوار یه مقدار برامون بگیم و بعد اینکه خود مردم در ارتباط با این مزاحمت هایی که برای زنان دوچرخه سوار و دختران دوچرخه سوار به وجود می اومد چه عکس العمل هایی رو به خرج دادن. مریوان هم از مردم مذهبی و سنتی هم از مردم روشنفکر آگاه که بیشتر مردم مخالف دوچرخه سواری برای زنان و دختران در داخل شهر بودن. وقتی که با آنها در این باره گفتگو میکردیم که دلیل مخالفت آنها چیست، خانواده های شهر ما نباید میگفتن که خانواده های شهر ما نباید اجازه همچین پوششی رو برای دختران و زنان خود قرار بدن که با
دوچرخه سواری، چون اینا بیشتر پوشش رو در نظر میگرفتن تا دوچرخه سواری رو. ولی ما که وقتی درخواست خودمون رفتیم دیدیم هیچ پوشش غیر طبیعی رو ندیدیم. به هر حال جمع روشنفکران جامعه ما به فکر کمپین حمایت از دوچرخه سواری در فضای مجازی و در داخل شهر افتادن که موفق به تأسیس یک پارک بانوان از طرف دولت شدن، که اونم خیلی جالب نبوده تا الان. بله، بعد امام جمعه مریوان اعلام کرد که دوچرخه سواری زنان گناست و از نیروهای انتظامی خواست که برای زنان دوچرخه سوار مانع ایجاد بکنه و یا حتی اونا رو دستگیر بکنن. عکس العمل مردم راجع به این مسئله چی بوده و چه برخوردی صورت گرفته؟ در ادامه این حرکت فرهنگی و زیست محیطی مریوان با شکل گرفتن آن روز در هفته اکسانه های مختلفی رو بدن داشت. الان از یک طرف استقبال گرم مردم اهم از زن و مرد را میبینیم و از طرف دیگر ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از جمله امام جمعه مریوان را شاهد بودیم. این دروی کرد متفاوت نسبت به این حرکت معانی مهمی برای مردم مریوان دارد. حرکتی که تشکلهای فرهنگی و محیطی شهر مریوان مفتکر آن بودند، که حتی دوباره اشاره میکنم جناب آقای سلطان حسینی رئیس کمیته فرهنگی شهر خود یکی از برگزار کنندگان و مؤسس این حرکت بودند. و وقتی امام جمعه این حرکت را گناه خواند، چند نفر در روز سه‌شنبه بدون خودرو دستگیر شدن. بعد از تعهدات شدید آنان آزاد شدند، که خود جناب آقای سلطان حسینی ضد این کمپین بود و هیچ گونه حرکت واردانی نکرد. حتی معانع و حرفای امام جمعه مریوان را بیشتر خواند، که باید بیشتر هم باشه این موانع که دوچرخه سواری زنان در ملأ عام حرام است، که این یکی از جمله های امام جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر بود. خب در ارتباط با قانون، آیا قانون جمهوری اسلامی جایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که دوچرخه سواری زنان ممنوعه و مقامات دولتی به قانون استناد بکنن و مانع و مزاحمت برای دوچرخه سوار ایجاد بکنن؟ قانون راجع به این مسئله اصلا هیچ قانونی اساسنامه جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی همچین ماده یا قانونی ذکر نشده که دوچرخه سواری در ملأ عام حرام است یا نباید انجام بشه از سوی دختران خانم ها. الان از شهرهای بزرگ اگه بریم، صبح بری، زور بری، هر موقعی که بری خانم ها رو میبینیم که حتی الان یه نوع دوچرخه های خریدن که یه میتونه بارم بزنه از تهران، ولی میتونم چجوری بگم، میتونم کار کنم با دوچرخش، ولی اینجا نه، گیره داره. بعد از این گفته امام جمعه مریوان در ارتباط با این که دوچرخه سواری زنان گناه هست، کمپین در دفاع از حق دوچرخه سواری زنان به راه افتاده، و یا این که ما با نامه اعتراضی که تا اونجایی که من اطلاع دارم بیش از 1400 نفر امضا کرده بودن در محکومیت ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان و از حق دوچرخه سواری زنان دفاع کردن، استقبالی که صورت گرفته از طرف مردم از کمپینی که داره از حق دوچرخه سواری زنان دفاع میکنه چی بوده و یه مقدار اگه میشه توضیح بدین برای بینندگان و شنوندگان؟ این کمپین استقبال چشمگیری به دنبال داشت. حتی بعد خطبه‌های امام جمعه زنان دوباره با دوچرخه، ولی این بار اعتراضشون رو یه جوری کردن که دوچرخه ها رو در دست داشتن، سوار دوچرخه نشدن و با پیاده همراه با دوچرخهشون به طرف دریاچه حرکت کردن. اقداماتی که کمپین، اقدامات بعدی که کمپین تو دستور کارش داره چیه و انتظار شما از مردم چیه؟
این کمپین خواهان یک روز در هفته که بتواند فرهنگ را در شهر تعویض دهد که خانواده ها بدون خودرو وارد هوای سالم شوند. شهر مریوان همانند شهرهای دیگر ایران دچار آلودگی هایی که از سوخت اتومبیل های شهر و کارخانجات تولید میشه گرفتار نشوند. انتظاری که من خودم به عنوان یکی از اعضای کمپین دارم اینه که مردم شهر مریوان میتوانن یک روز در هفته را حفظ کنن و هر هفته سه‌شنبه به اعتراضات خودش ادامه بدن و با دوچرخه‌هاش یا با پیاده تو یک روز در هفته را شرکت کنن. با تشکر بسیار زیاد از شما ریبار که وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین و با آرزوی موفقیت برای کمپین در دفاع از حق دوچرخ سواری زنان در مریوان و سایر شهرها. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.